چه بسا در سال گذشته ده ها اتفاق بد و ناگوار برای هر کدوم ما افتاده. افتاده یا نیفتاده؟ برای من افتاده، اما بعضی از اونها به خوبی تمام شده. برای شما هم همین اتفاق افتاده، ولی بعضی هاش هم به خیریت نبوده، یعنی به خیریت ما تموم نشده. اما و چه بسا که یک موقعیت بلا تکلیفی رو الان ما داریم نسبت به همون موضوع که از سال گذشته متاسفانه با ما همراه بوده و مانند ریسمانی سخت با یک قلاب بسیار قوی ما رو به اسارت ترس‌ها و نگرانی‌ها حتی در این سال جدید آورده و نمی‌توانیم این بوی خوش بهار رو احس کنیم، نمی‌توانیم جشن قلبی خودمون رو داشته باشیم و به نوعی خودمون رو توجیه میکنیم، چرا که احساس میکنیم که نگرانی ها با ماست، صداهای منفی درونی و بیرونی با ماست، ما رو حمایت داره میکنه به نوعی و اون احساس شادی و طراوت رو حتی در شرایطی که اینک در نوروز و بهار هستیم از ما گرفته. اما چرا؟ به یکی از دلایل میخوام بپردازم امروز و اون دلیل این هستش که هنوز از سکوی محکومیت آزاد نشدیم، هنوز از سکوی قضاوت بد آزاد نشدیم، چرا که اون مشکلات و اون سختی ها رو، اون رنج ها رو توی زندگی خودمون یا دال بر دیگران میبینیم یا دال بر خودمان و یا دال بر این که خدا میتونه دلیل شده باشه. در کنار این که خدا باور هستیم، اعلام میکنیم که خدا رو دوست داریم، فقط خدا رو دوست داریم، چه بسا خداشناس نیستیم. منظور شماها نیستید، منظور عزیزانی که اصلا نیستن، اما اگر خداشناسی باشه هرگز بر سکوی خدا نمیشینیم و داوری کنیم، حتی بر خودمونم داوری نخواهیم. درسته که انسان داوری میکنه، هر لحظهش داوریه، اما داوری بد جایگاش برای ما نخواهد بود و این همان رنجی هستش که تا از آن آزاد نشیم آرام هرگز نخواهیم شد. فریدون مشیری این گونه میگه: گر تو آزاد نباشی همه دنیا قفسه. تا ذهن من آزاد نشه، فکر من آزاد نشه، هزاران بهار بیاد، من هنوز گویا در قفس هستم. و این جاج کردن بد و این داوری اشتباه ما نسبت به زندگی، شرایطی که ازش میتونیم لذت ببریم، خوشحال باشیم، هپی باشیم از جشن‌ها، از معیارهایی که به ما داده شده، اما عذاب میگه.